لیدونکو موږ بلخ ولسوالۍ ته راغلی یو. په بلخ ولسوالۍ کې نو دغه دیوال چې تاسو ګورئ په ډیر یو جګ ځای کې جوړ شوی دی او د دې ترڅنګ ډیره اوږده ساحه رانیولې ده. نو دغه ویډیو کې به تاسو ګورئ چې همداسې اوسې د کورونو نه چې اوس منځ کې کورونه جوړ شوي دي دی نو ترې راتاو شوی دی. د دیوال سور هم ډیر غټ دی، نو یعنی که لږ اوار شي کېدای شي موټر هم پرې تېر شي، اوس خو بایسکل او دا موټرسایکل خو پېتلی شي. نو د دغه تاریخي دیوال په تړاو چې د چا په وخت کې جوړ شو څه ګټه اخیستل کېده له دغه ځای نه، تاسو ته خپرونه لرو. تمه ده چې دا خپرونه راسره وګورئ. د عیارانو منار یا برج، دا برج د بلخ ښار سویل لویدیځ ته په 1 کیلومتری کې موقعیت لري. د بلخ تاریخي دیوال د ښار څخه د دفاع په موخه د خامونیشیانو په دوره کې 2500 کاله وړاندې جوړ شوی دی. لیکوال او شاعر سالم محمد خلیق وایي په پخوا وختونو کې داسې دیوالونه او کلاوې هغه مهال جوړېدې چې دښمن ونه توانېږي په دوی برید وکړي. خلیق زیاتوي که څه هم اوس د دې دیوال شاوخوا سیمې زراعتي ځمکو نیولې، خو 50 کاله وړاندې هم د همدې تاریخي دیوال شاوخوا ځایونو کې خندقونه موجود وه. خو دغه برج یا منار په اسلامي دوره کې د ابو مسلم خراساني په وخت کې جوړ شوی دی، او کله چې یې حضرت علي کرم الله وجهه له نجف څخه انتقال کړی و په دې برج کې یې د هغه جسد ایښی و، او بیا یې وروسته د تل خیران په نوم ځای ته انتقال کړ. خب برج ایران یک برج تاریخی است، در واقع یک برج دیدبانی است، یک گوشه از دیوار تاریخی بلخ قرار گرفته. دیوارهای تاریخی بلخ پیشینه بسیار دراز و طولانی داره، یعنی آخرین تحقیقات صورت گرفته، گرچه پیشینه شدی کردن بیشتر است، مگم میگن در دوره اخامنشیان 2550 سال پیش تعداد از این گذاشته شده، و البته برج ایاران که باز در دوره اسلامی ساخته شده، یعنی همخوانی با خود بنا نداره، چون این پختکاری است، از شای پخته ساخته شده. این در زمان که ابو مسلم خراسانی زندگی میکرده این ساخته شده، و ایاران به خاطر نام گرفته که وقتی که ایاران ابو مسلم خراسانی پیکر یا تابوت حضرت علی کرم الله وجهه را از مناطق عراق دیگه به اینجا انتقال میدادن، در هر جای یک شبانه یا چند شب روز دم میگرفتن و نفس تازه میکردن، و آخرین مرحله یا آخرین جای دمگیری از یا اینمی برج بوده که بنام برج عیارو بعد از اون تاریخ مسما شده. یعنی یک شب همیجا تابوت حضرت علی هم منتظر بودن که تا باز در مزار شریف که در اون زمان بنام تل خیران یا دهکده خیران معروف بود در اینجا انتقال دادن، باز دفن کردن در اینجا. عیاران د سیستانی او خراسان د خلکو یوه ډله وه چې د هوښیارو په ډله کې شمیرل کېدل، او د معلوماتو پر بنسټ دغې ډلې به د بېوزلو لاسنیوی کولو او له خلکو سره یې نیک چلند درلود. عیارانو د ظلم پر وړاندې کلک دریز درلود، آن داسې چې کومه سیمه کې به پر مظلوم کوم چا ظلم وکړ دوی به ډیر سخت مجازات کولو، او له یو ډول سزا به یې هم دریغ نه کولو. دوی ځانګړي دودونه او فرهنګ درلود. دا ډله د بنی عباس په زمانه کې ډیره زیاته وه. دلته د همدې تاریخي دیوال شاوخوا سیمو کې د میشتو خلکو سره هم روایتي کیسې شته. حمیدالله چې له کلونو راهیسې همدلته اوسیږي وایي دې کلا څلور دروازې درلودې، او داسې کیسې ورته شوي چې کله به د کلا دروازې بندې شوې نو په دوی به دښمن برید نه شو کولی. برج یاران هستد،
باز از قلا بیروز تخت رستم است و پیشتر استوپ رستم است. دوره در بلخ خیلی شهر بلخ خیلی قلا است. شهر بلخ خود طرف دریارخش بالای ساری بلخ است. خب این قلا چند برج داره و چند دروازه داشت پیش؟ یک دروازه یک ما دیدم. خب در یاد من میایه این کمان برداشتگی بود. خب آدم زمان یک 25 سال پیش همی یک کمان از چپا شد باز دیگه کمانش هم دیگه دی چهار دروازه داشت از چهار دروازه یک احمد عملی و نظر در شش ماه دیدم که چپا شد غلطت خشتی پخته کار کردگی بود دیگه سه دروازه دیگه هم دیگه چپا شد رفت دیگه حالی از هر طرف دیگه هر کار است فرق دو جور شد برش. خب در این قلا کی بودن اگر بر شما این تو قصه ها از بزرگان مانده باشه؟ او قدر او زمان پیش کسی که بوده دیگه او شد دیگه این قدر نیست دیگه. خب نه قصه ها بر شما نشده است که؟ قصه ها کشیده هم خوب از یاد ما رفته دیگه مثلا چهار طرف قلا در قلا بوده دروازه بوده دروازه را کدام وقتی که جنگ میشه سابقا دروازه را باز محکم میکرد خاگریز میکرد پوی این قلا میتو بند میشد دیگه قلا بند میشد که از بیرون نفر داخل قلا در آمدن نمیتونست. خب این دیوال چقدر جای گرفته میتونه؟ این دیوال بسیار سایه از دیوال کلان است. دیوال نمیرخم که رفته. خب عمود پیش رفته او نمو یک روبرو کس روبرو یک بالا خانه زو همین می قلا او نمو جمع است. این نمی دوره کده که رفته این نمی تو او بالا سار است پیش. خب دمی بغل بالا سار تو تیر شده سی طرف او این بغل بالا سار این نمی تو پاس دوره کده بین او سگنج و بابا خود دوره که پس دیجا آمده خب باز داخل بالای سار هم که بری داخل بالای سار هم ده او را در این همیتر خلاص بالای سار باز در بین مثل یه شهر بلخ برای علایده است خب جدا در او جدا است باز از داخل شهر بلخ او بیرون است خب د تاریخ پوهانو له قوله دا برج څو ځله د جګړو له امله زیانمن شوی او د وروستي ځل لپاره د تیموریانو په دوره کې په اساسي بڼه ورغول شو. دغه برج چې بلخ کې د لرغون پوهانو د پاملرنې مرکز بلل شوی شاوخوا 2000 کاله تاریخي مخینه لري او په همدې ځای کې د ابو مسلم خراساني د دورې د یو لرغونی برج نخې موندل شوی دی. د پخوانیو طبیعي ویجاړیو او د افغانستان وروستیو جګړو هم د دې تاریخي برج یوه برخه ویجاړه کړې ده. حبیب الله د همدې سیمې هغه سپینګری ده چې د دغې تاریخي کلا په تړاو ځینې کیسې ورته شوي. وایي پخوا دې کلا منظمې دروازې او تر څنګ یې په دغو دیوالونو کې تیرکشونه درلودل، خو جګړو او طبیعي پیښو یې دا هر څه ویجاړ کړل. داخل انال نمیجه یک دروازه است. خب یعنی می دروازه را که واکنین نمی تو از خشت گنباز ورداشتگی است. خب یعنی دمی داخل هم بازمه تو را داشته. خب داخل قلا را داخل دا این قلا را که می بینین تو ورداشتگی است. همه تو را داشته گرداگرد. خب یک بار خلق یک رقم می شده البته از اینجا می درامه و عقب نشینی و یک رقم اونم تو چط بده این بارانا و بالاخره که ویران شده و دیگه شده و راهش تخریب شده مون داله و گردشگران به ایجاد خاطر تفریح می بسیار زیاد می همین وقتا ما هر روزا داخلی و خارجی یک جای بلندی است تمام بلخ ازش معلوم می شد بسیار خوبیش بود و ساختمان سابقش که بود دیگه ساختمان بود بازی خو ویران شد خو خو دمیز جنگا ویران شد دو جنگ را که ویران شد تخریب شد بعد دمیز زمان حکومت کرزی بازی پس چیز شد و کرزی و زمان غنی یعنی جایی که میبینین دستکاری شده و دیگه شده بازی نمیجه دیگه اینا را کلش بسیار زیاد نفر داشت و این اثر دمو ساخت پیششان بوده و پس بمو ساخت امار کردن دیگه. Thank you.
لیدونکو برج عیاران دا هغه برج دی چې موږ معلومات واخیستل. دلته یوه ډله وه او دغې ډله په خپلو منځو کې ډېر سره مینه او محبت او یعنی دغه د بلخ کوم هغه امنیتي کمربند ورته وایو یا پوسته ورته وایو، نو دوی به همدغه ځای نه دفاع کوله. نو تمه ده چې تاسې په دغه خپرونه کې د دې برج او تر څنګ یې د دغه تاریخي دیوال په تړاو معلومات ترلاسه کړي اوسي. تر بلې خپرونې چې جاوید رازمند او د کمرې په برخه کې زین الله محبوبي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاسې خادباد اوسئ. د خدای په امان. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.